الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طيرة وخيرها الفأل قالوا وما الفأل يا رسول الله قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام بینندگان و شنوندگان نهایت گرامی و ارجمند اعم از برادران و خواهرانی مسلمان متدین و خداپرست که در هر گوشه و کنار چی در داخل کشور چی در بیرون از کشور در هر کجایی که حضور دارید الله متعال همه شما را در زیر چتر توفیق و هدایت و رحمت خود الله متعال همیشه در دنیا و آخرت قرار بدهد و باز هم در این لحظات با یکی از موضوعات و قضایای دینی دیگر که عبارت از بدفالی یا بدشگونی در اسلام از دیدگاه اسلام با شما و در خدمت شما خواهیم بود انشاءالله این موضوع و قضیه دینی را که در واقع ریشه عقیدتی دارد به عقیده انسان ربط و پیوند می خورد در روشنی آیات از قرآن و احادیث از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به بحث و بررسی خواهیم گرفت و خواهیم گفت که بدفالی یعنی چی و از دیدگاه اسلام چه حکم دارد در روشنی آیات قرآن و احادیث پیامبر چگونه باید این را ما تشخیص بدهیم که بدفالی چه طور نادرست هست و چرا نادرست هست و فال بد زدن چرا یک کاری نامشروع و نادرست هست اما فال نیک گرفتن در روشنی احادیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چه طور یک کاری مشروع و درست هست ما ان شاء الله به این بحث خواهیم پرداخت در واقع بدفالی یا بدشگونی اصلا از دیدگاه عقیده توحیدی و یکتاپرستی از دیدگاه عقیده اسلامی و دینی اصلا جائز و درست نمی باشد ما در روشنی این آیه از قرآن ما به این نتیجه رسیدیم که این بدفالی یکی از عادات انسانهای جاهل هست همان گونه ای که قوم جاهل و نادانی صالح علیه الصلاة والسلام تماما مشکلات و بدبختی هایی که به اونها می رسید این را فوراً به صالح و مسلمانانی که با او قرار داشتن نسبت می کردن و همچنان فرعون و فرعونیان هم این مشکلات و حوادث پیش آمده را به موسی علیه الصلاة والسلام و مسلمانها و بنی اسرائیل نسبت می کردن الله متعال می فرماید فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةِ قَالُوا لَنَا هَذِهِ هنگامی که به اونها نیکی و خوبی می رسید هنگامی که نیکی و خوبی به سراغ اونها می آمد می گفتن که هذه فإذا جاءتهم الحسنة قالوا هذه لنا می گفتن این از استعداد خود ما هست ما هستیم که لیاقت و شایستگی این همه خوبی ها را داریم به همین خاطر هست که این خوبی ها دامنگیری ما شده است و ما به این خوبی ها دست یافته ایم و این تصبهم سیئه یطیروا بموسى و من معه اگر بدی و مصیبتی به اونها می رسید اگر حادثه و مشکلی به اونها می رسید اونها فورا به موسی علیه الصلاة والسلام و مسلمان هایی که با او قرار داشتن بنی اسرائیل که هم عقیده موسی علیه الصلاة والسلام بودن اینها بدشگونی و بدفالی می کردن فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةِ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ
الله متعال می فرماید آگاه باشید که بدشگونی و بدفعلی اینها در نزد الله متعال هست، به این معنا که اگر ضرری به کسی می رسد، به این معنا که اگر فایده ای به کسی می رسد، به این معنا که اگر حادثه و مشکلی به کسی می رسد، تماما خیر و شر به قضا و قدر الله متعال هست. الله متعال هست که این چیزها را سرنوشت کرده است، این چیزها را در قضا و قدر مقدر و معین کرده است. نه موسی علیه الصلاة والسلام می تواند به کسی ضرر و زیان برساند، نه هم هیچ مخلوق و انسان دیگر قدرت و توانایی ضرر رساندن یا فایده رساندن را دارد. پس در واقع همه چیز را الله متعال خلق کرده و به وجود آورده است، اما اینکه اینها به مشکلات گرفتار می شوند، حوادث و مصیبت‌های بیشمار دامنگیرشان می شود، در واقع این در نتیجه همان معاصی و گناهانی هست که خود اینها مرتکب شدن و انجام دادن. و همچنان کفار و مشرکین قریش هم نسبت به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، نسبت به مسلمان ها همین بدبینی و بدعقیدهی را داشتن. زمانی که به کفار و مشرکین قریش هر نوع مشکل و پریشانی می رسید، اگر اونها میوه ها و محصولاتشان به یک آفت و بلایی گرفتار می شد، اونها محصولات خود را از دست می دادن، میوه خود را از دست می دادن، یا اولاد و فرزندان خود را از دست می دادن، یا اونها به کدام حادثه و بلا و مصیبتی گرفتار می شدن، یا اگر به اونها قحطی و خشکسالی می رسید، اینها فوراً این همه مشکلات را به محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و به مسلمانها و به صحابه کرام نسبت می کردن. و اونها می گفتن الله متعال از زبان اونها حکایت می کند و این تصبهم حسنت یقولو هذه من عند الله، اگر نیکی به اونها می رسید، مریم خواهر ما از کابل به تماس شدن، بفرماین. بله، خواهر ما مریم از کابل به تماس شدن و سوال کردن که اینها در خارج زندگی می کنن و چگونه اینها حجاب را رعایت بکنن. بله، زمانی که یک خواهر و همشیره مسلمان ما در یکی از کشورها و ملکها و سرزمینهای کفری که در آنجا مسلمان ها در اقلیت مطلق قرار دارند و تمام نظام و تمام زمام امور به دست انسان هایی هست که اونها کافر و بیدین هستند و اونها اصلا به حجاب اسلامی و این چیزها احترام قائل نیستند و حتی چی بسا مواردی که با این موضوع دینی اونها با خشونت رفتار می کنند. حالا سؤال و پرسش اینجا هست که یک خواهر مسلمان در یکی از کشورهای کفری چطور حجاب را رعایت بکند؟ بلی، تا زمانی که امکان داشته باشد، حجاب یک امر و فرمان و دستور الله متعال هست که الله متعال این حجاب را در متن قرآن عظیم الشان به عنوان یکی از دستورات و فرامین خود نسبت به زنهای مسلمان این امر و فرمان را صادر کرده است که هر زن مسلمان باید محاسن خود را و آن جایی که عورت هست و شرعاً پنهان کردن آن فرمان و دستور داده شده است، باید یک خواهر مسلمان حجاب را رعایت بکند و همان قسمتهای از بدن خود را مخفی و پنهان دارد از چشم انسانهایی که اجنبی و بیگانه هستند، چون این یک فرمان هست تا حد ممکن انسان چی در کشور اسلامی هست، چی در کشورهای کفری هست، اگر مزاحمت و مشکلی نباشد و آن را باید رعایت بکند. اما در صورتی که اگر در یک کشور کفری اصلا امکان تطبیق کردن یا رعایت کردن احکام و مسائل شرعی نباشد، در آنجا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در چنین صورتی اصلا برای یک انسان مسلمان اجازه زندگی کردن در چنین جغرافیا و سرزمین را نمی دهد. در حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند
من سکن المشرک و جامع معه فهو مثلهم. کسی که با انسان مشرک سکونت و بود و باش می کند و کسی که با یک انسان کافر و مشرک در یک جا آمیزش و با هم اختلاط و نشست و برخاست و رفت و آمد و نزدیکی دارد، پس او مانند اونها هست. یعنی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در این حدیث در واقع یک هشداریه و اخطار به یک انسان مسلمان می دهد، در صورتی که یک انسان مسلمان امکان نداشته باشد حکم شرعی را در یک کشور یا سرزمین تطبیق بکند یا اجرا بکند، بهتر است که در آنجا زندگی نکند. سفر کردن به کشورهای خارج را علما در چند صورت جواز می دهند. یکی این هست که یک مسلمان به خاطر دعوت کردن به یک کشور کفری می رود، این حق دارد که در آنجا برود و آنجا کفار را به طرف دین اسلام دعوت بکند، که این واقعا یک حاجت و نیاز هست. یا همچنان کسی اگر می خواهد مرض و بیماری را علاج و درمان بکند، اما در کشورهای اسلامی او را جواب گفتند، ناگزیر هست که باید به یکی از کشورهای کفری سفر بکند تا خود را علاج و درمان بکند. و همچنان یا اگر تجار هستند، اونها نیاز و ضرورت دارند، می خواهند اموال تجارتی را از دیگر کشورها وارد کشور خود بکنند، در چنین صورت برای تاجرهای مسلمان هم با شرایطی که وجود دارد، چون یک نیاز هست، جواز دارد که اینها سفر بکنند و مدتی در آنجا بوده باشند. و همچنان اگر یک جوان مسلمان در کشورهای اسلامی می خواهد در یک رشته تحصیل بکند، زمینه تحصیل کردن در همان رشته خاص اصلا در کشورهای اسلامی فراهم و آماده نیست، شرعا جواز دارد برای آموزش و فراگیری همان مسلک یا همان تخصص و رشته خاص این جوان سفر بکند و آن را بیاموزد، اما به شرط این که عقیده خود را در آنجا حفظ بکند، اخلاق خود را در آنجا حفظ بکند، به شرط این که عقیده درست اسلامی داشته باشد و علم و دانش داشته باشد تا این که شکار اونها نشود. پس با چند شرط. شرط اول این هست کسی که به یک کشوری کفری سفر می کند یا می خواهد در آنجا باشد، در قدم اول باید علم و دانش داشته باشد تا این که شکاری شبهات و تبلیغاتی مسموم و زهر آلود دشمنان نشود. و همچنان در قدم دوم شرط دیگر این هست که باید عقیده اسلامی را تا حد ممکن باید درست در هر بخشی که نیاز هست باید بفهمد، تا این که در نتیجه سفر کردن یا بود و باش در یک کشوری کفری عقیده اسلامی و دینی خود را از دست ندهد. سوم شرط این هست که حاجت و نیاز شدید وجود داشته باشد، چنانچه که بعضی موارد را من یاد آور شدم، از قبیل سفر تحصیلی، از قبیل سفر به خاطر علاج و درمان، از قبیل سفر به خاطر تجارت یا از این قبیل موارد ضروری دیگر. و غیر از این صورتها اصلا برای یک مسلمان درست نیست که در یک کشور کفری زندگی بکند. شبانه از بدخشان، بفرمایید همشری محترم. بله، خواهر ما سوال کردن که آیا سفر کردن بدون محرم برای تحصیل به خارج جایز هست؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم زمانی که سفر یک انسان مسلمان به مسافه شرعی میرسد، یعنی به این معنا که یک سفر شرعی هست که 30 شبانه روز هست، یا در چنین حالاتی که بعضی ها 87 کیلومتر، بعضی ها هم 95 یا 96، به هر حال اقوال مختلف علما هست، اگر به این انداز زمانی که مسافه سفر میرسد، این را سفر شرعی گفته می شود. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در صورتی که یک سفر شرعی صورت می گیرد، پیامبر خدا اجازه سفر کردن برای یک زن را، برای یک خانم را اصلا بدون محرم نمی دهند. این زنی که سفر می کند حتما با او یکی از محارم، پدرش یا شوهرش یا برادرش یا کاکایش یا ماما یا هم پدرکلان،
یکی از محارم با او در این سفر وجود داشته باشند. و در غیر آن صورت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این سفر را اصلا برای یک زن مسلمان اجازه نداده اند. امیدوار هستم که شبانه خواهر ما از بدخشان مطلبی سوال و پرسش خود را گرفته باشند. و همچنان بحث ما در اینجا بود که کفار و مشرکین قریش هم نسبت به پیامبر خدا و صحابه کرام بدشگونی و بدفالی داشتن، چنانچه که الله متعال از زبان اونها حکایت کرد. خواهر ما لیلا از بلخ به تماس شدن و سوال کردن که نمازی مسافرانه برای زن مثل مردان است؟ بلی، در جواب ای خواهر بگیم که زمانی که یک مرد یا زن مسلمان سفر می کند، بعضی از احکام در نتیجه همین سفر کردن تغییر می کند. مثلا یک مرد مسلمان اگر در رمضان باشد، یا زن مسلمان می تواند روزه خود را بخورد، ولی اگر روزه بگیرد برای او توان داشته باشد روزه گرفتن بهتر است. و همچنان حکم دیگری که تغییر می کند مسئله نماز است. بلی، در نمازی که مسافرانه خوانده می شود در مابین مرد و زن مسلمان هیچ فرق و تفاوتی وجود ندارد. یعنی به این معنا که همان گونه‌ای که یک مرد می تواند نمازهای چهار رکعتی را مانند نماز پیشین یا نماز خفتن، نمازهایی که چهار رکعتی هستند، اونها را قصر بخواند، یعنی چهار رکعت را دو رکعت بخواند، زن هم در این حکم شامل است. از این نگاه مساوات وجود دارد. همان گونه ای که مرد نماز چهار رکعتی را دو رکعت میخواند، زنها هم میتوانند که چهار رکعت نماز را دو رکعت بخوانند. و خواهر ما دلفروز از کابل به تماس شدن و گفتند که رعایت نکردن حجاب در خانه چگونه است. بلی خواهر گرامی و ارجمند، زمانی که یک زن و همسر مسلمان، یک دختر مسلمان زمانی که در خانه وجود داشته باشد، بسیار جدیت و قاطعیت زیادی وجود ندارد. مثلا این دختر یا زن مسلمان یا این مادر مسلمان که در یک خانه زندگی می کند، اگر یک قسمت از دستهای او لچ باشد در مقابل پدر خود یا در مقابل برادر خود یا در مقابل محارمی که در خانه دارد، آنقدر مشکل نیست. اما زمانی که بیرون از خانه می شود باید جدیتی بیشتری داشته باشد. خواهر ما مدینه از کابل به تماس شدن. بفرمانم شیرین محترم. الو. بله، میشنوم. بله، بفرمایید. و علیکم السلام، بخیر و سلامت باشین. بفرمایید. زنده باشین. مولوی صاحب، مدینه هستم از کابل تماس گرفته. بله. یک خواب دیده بودم، خواستم میره برای شما بگویم، برم تعبیرش کنم که شما نامتن. چی خواب دیده بودین؟ بفرمایید. خواب دیده بودین که یک جای هست که اونو میرم، اونجا یک سرک هست، اونجا میرم پیش یک هست هست برازی خیلی بزر میکنم، میگم خواستگار هست دیگه، میگم مخ وار ما امشیده ما بر شما میتم، مگرم ایت قبول نمیکنن. میگم ما امشیده شما رو نمیگیرم برای بچه ما تحصیل کرده، تحصیلاش مانده، خیلی زیاد وزر میکنم. باز در این عرف ما یه امشیره من یا یک جوی از کابه خیلی صاف و ترت میشه، باز یا به تا دست خود بلند مندازه، بازی خیلی تجرب میکنه. یعنی کسی که پیش میرم یا تا برش میگم که امشیره من برای پسر شما میدم، بگن ایره معنایی که نتا میدونستیم چطور میخواه و دیدیم. امی قسمت آخر خوابتان که باز چی رقم میشه گفتین؟ دستش بالا میکنه، چی میکنه؟ اونو یه آف سفره میشه، آبه خیلی صاف هست، یا به حتی بالا مندازه، بازی خیلی تعجب میکنه. نگه چطور یعنی اونو یک دفعه آب بالا انداز. آبه امو کسی که شما با او گب شما کسی که با او گب زدین قبول نکرد او آب بالا میاندازه؟ بله، نگه من شیره تو پایین مست نماز میخوانم، من این شیره تو رو ما بیود نمیاییم. خواه درست درست، من گرفتم مطلب شما رو گرفتم. دستان دست نکن.
خواهر ما مدینه از کابل به تماس شدن و خوابی دیده بودن و گفتن که پیش کسی عذر و زاری میکنن که با خواهر ما ازدواج بکنه، یعنی اینها به عنوان در واقع یک خواستگار برای خواهر خود پیش این پسر رفتن، اما او اصرار و پافشاری کرده و درخواست یا مطالبه اینها را نپذیرفته و باز گفتن که در اونجا آب نهایت صاف و روشن هم وجود داشته و باز با دست خود آب دور انداخته و باز خودش هم گفته که خواهر شما نمازگزار هست، به من مناسب نیست. بلی به خواهر ما بگیم که بلی آب در خواب دیدن در واقع علم هست، دلالت بر علم میکنه، دلالت بر طهارت و پاکی میکنه، دلالت بر خوبی میکنه. و زمانی که به زبان خود او گفته شده که خواهر شما نمازگزار هست، به من مناسب نیست، بهتر هست که شما هم اگر تصمیمی در این راستا داشته باشین از این تصمیم خود منحرف شوین، یعنی به این معنا که از این تصمیم صرف نظر بکنین و شما مشتاق یا علاقمند این او خواستگاری نباشین، چرا که در این خواب بسیار واضح و روشن گفته شده که همشیری شما نمازگزار هست، یعنی اونها لیاقت و شایستگی همشیری شما را ندارن. پس در واقع بهتر است که ما به بعضی از خوابهایی که بسیار واضح و روشن نتیجه داره و یک تعبیری منظم و صاف داره ما به او خوابها توجه داشته باشیم، چرا که خواب یک مسلمان یک بخش از 40 و چند بخش از نبوت و پیامبری هست که در این راستا روایت های مختلف آمده. به هر حال توصیه ما به عنوان یک برادر مسلمان همین هست که این خواهر من دیگر در فکری مطالبه یا چنین درخواستی از او پسر نباشن که حتما با همشیره اینها ازدواج بکنن، چون در این خواب بسیار واضح و روشن این موضوع بیان شده که اینها با هم مناسبتی ندارن و اصلا این پسر لیاقت و شایستگی این همشیره مسلمانی ما را ندارد. بیاییم به ادامه بحث خود که گفتیم سیمین خواهر ما از غزنی به تماس شدن. بفرمایید همشیره محترم. متاسفانه که تماسشان قطع شد. کفار و مشرکین قریش نسبت به پیامبر خدا، نسبت به صحابه کرام سخت اونها بدبین بودن از روی عداوت و دشمنی که داشتن. همه حوادث و مشکلاتی که پیش می آمد به اینها نسبت می کردن و می گفتن از شومی و بدی اینها هست که ما به چنین مشکلات یا حوادث گرفتار و مواجه شدیم. اما الله متعال در آخری همشیری ما سیمین از غزنی به تماس شدن. بفرماین. بله همشیری محترم سیمین بفر. متاسفانه که باز هم تماسشان دوباره قطع شد. حالا میایم در ارتباط به این که بدفالی از دیدگاه اسلام و از دیدگاه عقیده دینی یک کار ناجائز و نادرست هست. بدشگونی یا بدفالی از دیدگاه دین مقدس اسلام یک کار ناجائز هست. صمیم از غزنی به تماس شدن. بفرماین. ولی سلام علیکم جناب مولوی صاحب محترم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرماین، خوش آمدین. بخیر باشین مولوی صاحب، در سوال داشتم. بفرماین. مولوی صاحب محترم، من خواستم که یک دو سوال داشتم. سوال اولی همی که همی خواهر برادر خورد که برای برادر بزرگ بهترامی کنه دو بزنه و یا هم یکان دو دشنام بده، و دوم دیگه هم که همی یکان مادران و اینا که به اولاد خود قهر میکنه، اولاد خود بدوا میکنه، مثلا بدوای بد میگی و همراهش قهر میباشه. میخواستم همی را برای ما بگوین که چی حکم داره. درست، تشکر، سلامت و بخیر باشین. من مطلب شما را گرفتم. برادر ما صمیم از غزنی به تماس شدن و دو سوال را مطرح کردن. یکی این که برادر خرد در مقابل برادر کلان گستاخی، بی ادبی و بی احترامی بکنه از دیدگاه شریعت و دین مقدس اسلام چه حکم داره؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در یک حدیث می فرماین حق کبیر الاخوت علی صغیرهم حق الوالد علی ولده. حق صغير الإخوة على كبيرهم حق الوالد على ولده. ببینید، یعنی
یکی حق یک برادری بزرگ بالای خواهر ما امینه از کابل به تماس شدن، تماس شما بگیریم، باز انشاءالله به برادر خود برخواهیم گشت. بفرمایید. بله مولای شما، شکر است، الحمدلله. بفرمایید. اما مادر من رو که به ناشر گفتار کردن، خب که خدا برای متفاره بده مثال سیدی سفاره نظر میدم. این ما سیدی سفاره دیشو من نظر میدم به ما سیدی سفار، آره همین جواز داره یا نداره، خوشکی بدم یا پخته کنم بدم. بسیار ببخشین، بسیار ببخشین، آوازتان درست فهمیده نشد. متاسفانه تماسشان قطع شد، آوازشان درست قابل تشخیص نبود. امیدوار هستم که بار دیگر به تماس شوند تا انشاءالله مطلبشان بگیریم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرماین حق کبیر الاخوت علی صغیرهم حق الوالد علی ولده. حق برادر بزرگ، درست خواهر ما امینه از کابل به تماس شدن که آیا نظر جواز دارد؟ درست هست، سؤالشان را گرفتیم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند حق برادر بزرگ بر برادر کوچک و خرد مانند حق پدر بالای پسر و دخترش هست. ببینید پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در این حدیث برادر بزرگ را به مثابه یا جایگاهی پدر قرار داده است. همان حق و حقوقی را که یک پدر بالای پسر و دختر یعنی فرزند خود دارد، همان حق و حقوق را یک برادر بزرگ یا یک خواهر بزرگ بالای برادر و خواهر کوچک خود دارد. پس باید یک برادر یا خواهر کوچک هیچ وقت به خود اجازه ندهد تا در مقابل بزرگترها از خود گستاخی و بی احترامی بکند. برادر ما سمی از کابل به تماس شدن. بفرمایید برادر محترم. سلام علیکم مولای صاحب محترم، خوب هستین؟ بخیر. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بخیر و سلامت باشین. بفرمایید. مولای صاحب محترم، باشم من خانم ما همی سورا نماز همی تارا سورا نماز همی چیزا را یاد ندارم و نماز هم نمی خانم سندی میکنم، اگر از رای شما را نشان بکنم. ما چکر کوشش کردم، کوشش نهایی خدا کردم که برش یاد بکنم، اما زبانش نمیگه در حرفاز درست، همی سورا را حرفازش درست ترفز نمیتونه که در نگه میره شما را نمایی کنیم که میره چی اقام ما برشون یاد بکنم. درست است، من مطلبتان را گرفتم، درست است، انشاءالله پاسخ میگیم انشاءالله. و همچنان سؤالی دیگری برادر ما که قبلا سؤال کرده بودن، مسئله بددعایی را پرسان کردن که بالای اولاد چه حکم دارد. در برنامه های گذشته هم ما این سؤال را جواب گفته بودیم و باز هم مجددن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در یکی از احادیث خود می فرمایند که لا تدعو علی اولادکم، شما مسلمان ها دعای بد در حق فرزندان خود نکنید. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از دعای بد کردن در حق اولاد و فرزندان ما مسلمان ها را منع کرده و انکار را اجازه نداده. در ادامه حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم باز می فرمایند نشود که این دعای شما با همان لحظه‌ای که لحظه اجابت و قبول شدن دعا هست مصادف شود و این دعای بد شما پذیرفته شود، خدای نکرده شما فرزند خود را از دست بدهید، فرزند شما هلاک شود، چون که دعای هلاکت کرده باشید یا دعا کرده باشید که یک عضو از اعضای خدای نخسته از بین برود، پس شرعاً دعای بد علیه فرزند جواز ندارد. خواهر ما امینه از هرات به تماس شدن. بفرمایید. همیشه بیادی میایه. بفرمایید. بله. بفرمایید، میشنوید. بله مولای صاحب، یک سوال داشتم. بفرمایید. مولای صاحب، همین چیزی که بیدین اجازه شوهر آدم به کسی چیزی بده این برای آدم گناه میشه مولای صاحب؟ بله. همه میاد سبب میشه کسی مسکینه میایه میگه برنجی ندارم، نونی ندارم، روغنی ندارم، گاهی وقتی از مزیات میدم برای او میدم، با شوهر من میگه نه به تو دی اجازه، من میگم خب این صاحب تو را از کجا کنم کن ببری تو بگم خیلی از خلوزیتی از من میدم، یعنی اگه بی اجازه خودم گناه میشه مولای صاحب؟
یک سوال دیگه مولوی صاحب، امی بسیار ببخشین، بسیار ببخشین امی، سوال قبلی تا من درست مطلبش نگرفتم، امیر میشه واضح‌تر و کوتاه‌تر بگین؟ امی سوال داشتم مولوی صاحب، که از خونه چیزی آدم بدون اجازه شوهر مثلا چیزی خیرات از خونه بدی به کسی داده بدون اجازه شوهر؟ بله درست 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 گناه میشه به می بفرمایید دیگه سوالتون؟ سوال دیگه خاصی میگه، سوال خانه مولوی صاحب خاصی که اما میگه شوهر نداشته و من خودم دیست بوده، دیست داشتم و خیلی هم دیست داشته، حالی و بوم مرده من شوهر میده دیست کم، حالی و بم همیشه مدن بیاد نمیای، هر وقت بیاد نمیای، خدا بیا منزی میدان چپاس کنم که دو از پیش مدی از یاد نبره بگه دیوش از آفیزی می. بسیار ببخشین امی، موقعیت شما درست نیست، آوازتانی تو صاف و واضح نمیایه. امی سوال دومتان؟ متاسفانه که تماسشان قطع شد، به هر حال یک سوالشان را گرفتیم. میام در ارتباط به ای که برادر ما سمی پرسیدن که زن ما زبانش درست به آیات قرآن عظیموشن که اونها را بخوانه و تلفظ بکنه زبانشان درست نمیگرده و همچنان اینها توصیه میکنن، تا جایی که ما شنیدم گفتن درست به نماز خواندن توجه نمیکنن. به هر حال حماسه از بدخشان بفرمایید. متاسفانه که تماسشان قطع شد. ببینید در صورتی که یک کس اگر کاملا و کما حقه به شکل درست و تجویدی اگر زبان کسی به آیات قرآن نگردد، در نتیجه کدام لکنت یا بندش زبانی که داره، الله متعال می فرماید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله متعال هر انسان را به اندازه قدرت و توان او مکلف ساخته. باز هم به همین خواهر مسلمان ما توصیه ما ای هست که باز هم خودشان تلاش بکنن، شوهرشان تلاش بکنه یا هر یک از اعضای فامیلشان که قرآن را درست بلد هستن با اونها تعلیم و آموزش بدهن، به هر نحوی که اونها می آموزن و فرا می گیرن و به اندازه قدرت و توان خود اونها قرآن را تلفظ می کنن، الله متعال همان قرائت را هم از اونها می پذیرد و نمازشان انشاءالله که درست می شود. بی بی زهرا از بدخشان بفرماین. متاسفانه که تماسشان قطع شد. به هر حال تا حدی ممکن تلاش بکنن با اونها قرآن آموزش و تعلیم بدهن تا اونها بتوانن نماز خود را ادا بکنن و بخوانن. در صورتی که اگر یک زن مسلمان با یک شوهر مسلمان زندگی میکند، اگر اصلا نماز نمیخواند، حماسه از بدخشان بفرمایید. بله آوازی مرا میشنوین؟ بله میشنوم. سلام علیکم مولوی شیف. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. ببخشید مولوی شیف که یک سوال داشتم. خواهش میکنم. سوالات اجتماعی سا ما نمیه رومت مشکلات های خانوادگی و اینم اینکه بزارا سا با خوشویم کنه که مشکلات سر خردیم با هم و همیشه مرا بد دعا میکرد، میگفت که خدایا هیچ اولاد نبینی و چی اولادت نبینی. بعد از او من با وجودی که یک اولاد ایت نقصان کردم از بین را، بعد از این دو سال میشه که هیچ صاحبی اولاد نمیشه. اما میره با ما یک با بزرگواریتان نظر بتین که ببینم که چی رقم میشه. درست است، درست. سلامت و خیر باشید. ممنون شما. خواهر ما حماسه از بدخشان سوال کردن، گفتن که در نتیجه مشکلات فامیلی که در هر فامیل تقریبا کم و بیش وجود دارد، اینها با خشویشان وقت و ناوقت به هر حال مشکلاتی داشتن و اونها هم گفتن بددعایی کردن که روی اولاد نبینی. ببینید به عنوان یک برادر مسلمان توصیه ما ای هست که در اعضای فامیل هیچ وقت هیچ کس شوقی بددعا کردن نباشد، نه پدر فامیل، نه برادر فامیل، نه مادری که در فامیل هست، نه یک خواهری که در فامیل هست، نه یک زن یا همسر مسلمانی که در یک فامیل زندگی میکنه. هیچ کس باید در هیچ فرصت به خود اجازه بددعایی کردن علیه یک دیگر را ندهند.
چنانچه که پیشتر گفتم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که بعضی از لحظات لحظه های قبول شدن دعا هست. مدینه خواهر ما از کابل به تماس شدن، سوالشان را بگیریم، باز انشاءالله به جواب خواهر ما حماسه از بدخشان برخواهیم گشت. بفرمایین. سلام علیکم مولوی صاحب. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. سلام شما. می واسین مزاحم شدم. خواهش می‌کنم. مولوی صاحب، یعنی خواب که دیده بودم که خیلی اینجا که میرم پیش این پدر این بچه خیلی وزر میکنه، میگم اونو امشدیم برای تصادفتان بگیرین، باز این مگه پنج وقت نماز میخوانه امشدی تو ما جور نمی. باز این آب را که آب روان که دادم میره این را دیگه کس نمی امشدیم خودش بالا مندازه، تو تخیل آب بالا مندازه، باز این پدر این بچه خیلی تعجب میکنه. خب بله درست است. باز هم ما به ادامه جوابی که قبلا گفتم، ما می قسمت درست نگرفته بودیم. وقتی که همشیر شما آب بلند می اندازن، پس در واقع این بیانگر امی است که این همشیر ما ان شاء الله که در یک صلاح و شایستگی خوبی قرار دارن، با دست خودشان که آب بالا پرتاب میکنن، خود بیانگر این هست که اینها در یک موقف یا جایگاه خوبی هستند که اونمو صلاح و شایستگی خود به دست خود اینها به نمایش میگذارن. و باز هم توصیه ما مو است که چنانچه که قبلا توصیه کرده بودم، بهتر هست که اگر فامیل در صدد ای باشن که با همین همسری که هر برادر مسلمانی ما هست میخواهند که از او درخواست بکنن تا این همشیری ما را به همسری خود قبول بکنن، توصیه می است که از همین موضوع صرف نظر بکنن تا نشود خدای نکرده در آینده کدام مشکلی پیش بیایه که باز ناسازگاری فامیلی به وجود بیایه که سرانجام نه ای برادر ما روزی درست یا زمان درستی را سپری بکنن و نه هم ای همشیره و خواهر مسلمانی ما. بهتر هست که به همین خواب ما توجه بکنیم و دنبال یک برادر مسلمانی که واقعا واجد شرایط باشد، یک انسان درست باشه و فامیل هم مورد رضایتش باشه، دنبال امیت یک جوان بگردن، به نظر ما بهتر هست. به هر حال میاییم در ارتباط با جوابی حماسه خواهر ما را از بدخشان گفتیم، بیایم در ارتباط به ادامه بحث خود که بدفعلی از نگاه اسلام شرعاً کاری درستی نیست، ولی این بدفعلی از خود اسباب یا انگیزه ها و عواملی داره. یکی از اسباب و عواملی بدفعلی کفر هست، یعنی یک انسانی که به قضا و قدر عقیده و باور نداشته باشد، خیر و شر، نفع و ضرر، شقاوت و سعادت، خوب و بد و خیر و شر از جانب الله متعال نداند، این طبیعی هست که چنین یک انسانی کافر و بیدین و از خدا ناخبر طبیعتا بدفعلی می کند و کارهایی را به همین چیزها یعنی به مخلوقاتی نسبت می کند. الله متعال در آیه از قرآن می فرماید انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، بدون شک از رحمت خدا ناامید نمیشوند مگر گروهی کافران. پس الله متعال در این آیه کریمه این درس را به ما مسلمان ها میدهد که ناامید شدن از رحمت خدا در هیچ حالت برای یک انسان مسلمان درست نمی باشد و ناامید شدن از رحمت خدا فقط و فقط یکی از صفاتی ویژه و برجسته انسانهای کافر و بیدین هست. پس ما به عنوان یک مسلمان نباید این صفت را که در واقع از همین صفت، همین بدفعلی و بدشگونی سرچشمه یا ریشه می گیرد، ما چون این صفت زشتی را در وجود خود پیاده بکنیم. و همچنان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث می فرمایند الطیرت شرکن، بدفعلی یا بدشگونی شرک هست. یعنی به این معنا کسی اگر یک بدفعلی میگیرد و باز به همین عقیده هست که توسط همین مخلوق همین مشکل به من رسیده است، اگر چنین عقیده ای داشته باشد واقعا این شرک بزرگ است. اگر یک انسان به این عقیده باشد که نه خیر و شر از جانب الله متعال هست، ولی این چیز سبب همین شده است، همین کار را هم انسان باید احتیاط بکند و برحذر باشد. در واقع
چنانچه که قبلا آیه را خواندیم، کل من عند الله، هر آنچه که هست از جانب الله متعال هست، اگر خیر هست، اگر شر هست، اگر نفع هست، اگر ضرر هست، اگر فایده هست، اگر زیان و تاوان هست، اگر مصیبت هست، اگر خوشحالی هست، اگر فقر هست و اگر غنا و ثروتمندی هست، اگر غم و تشویش و پریشانی هست یا اگر سرور و فرحت و خوشحالی هست، هر حالتی که ما در زندگی داشته باشیم، در واقع همه اینها را باید به الله متعال نسبت بکنیم. نگوییم که همان فلانی از روزی که پای خود را در خانه ما گذاشت، همین تمام مصیبت‌ها، بدبختی‌ها وارد خانواده ما شده و وارد خانه ما شده. این گونه کلمات در عقیده انسان خلل و مشکل ایجاد می کند. در حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند: من ردته الطیره عن حاجته فقد اشرک. در گذشته در زمانه جاهلیت عربها چنین عقیده و باور داشتند. اونها پرنده را می پراندند، مثلا یک پرنده در آشیانه یا لانه خود می بود، یا همچنان یک پرنده در یک قسمت از راه قرار می داشت. این پرنده را می پراندند و باز متوجه می شدند که این پرنده به سمت چپ پرواز می کند یا به سمت راست پرواز می کند. اگر به سمت راست پرواز می کرد، اینها فال نیک می گرفتند و همان کاری که می داشتن کار خود را ادامه می دادن و خوشحال می بودن. اما اگر پرنده سمت چپ پرواز می کرد، اینها بدفالی می کردن و از همان تصمیم و هدفی که داشتن یا کاری که داشتن از انجام آن متوقف می شدن و دست بردار می شدن. همین جا هست که الله متعال در آیات از قرآن عظیم الشان این عادات زشت را تقبیح و محکوم کرده است. و همچنان پیامبر خدا هم در این حدیثی که من خواندم می فرماید: من ردته الطیره عن حاجته، کسی که یک پرنده را می پراند و این پرنده به سمت چپ پرواز می کند و سرانجام این انسان از همان مقصود خود منصرف می شود و هدف خود را ترک می کند، مسیری را که قبلا تصمیم گرفته ادامه نمی دهد، پیامبر خدا فرمودن فقد اشرک، به تحقیق که این انسان مشرک شده یا نزدیک است که مشرک شود، یا به معنای این هست که کارهای مشرکانه را انجام می دهد. به معنای این هست که پیامبر خدا می خواهند هشداریه و اخطار بدهند که یک مسلمان هیچگاه چنین کاری را نباید انجام بدهد. صحابه کرام فرمودن، یعنی پرسیدن: یا رسول الله، فما کفارت ذلك؟ اگر یک مسلمان چنین کاری را انجام بدهد، پس این مسلمان که گناهگار شده است، حالا کفاره این کار چی هست؟ این مسلمان چه کاری را انجام بدهد که از این مشکل نجات پیدا بکند؟ پیامبر خدا فرمودن که این دعا را بخواند: اللهم لا یأتی بالحسنات الا انت، بار الها خوبی ها را نمی آورد مگر فقط و فقط ذات تو، یعنی تو هستی که خوبی ها را می آوری. ولا يدفع السيئات الا انت، بدی ها و مشکلات را دور و برطرف نمی کند مگر تو. لا حول ولا قوه الا بك، ما نمی توانیم از معصیت و گناه دست بردار شویم، ما نمی توانیم طاعت و بندگی خدا را به جای بیاوریم، الا بك، مگر به کمک و استعانت تو. انسان این دعا را بخواند و همان کار جاهلانه یا نادرستی را که انسان مرتکب شده است، به برکت خواندن همین دعا پیامبر خدا فرمودند که آن مشکل کاملا رفع و برطرف می گردد. و همچنان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگری فرمودند: لا طیره، بدفالی یا بدشگونی در اسلام وجود ندارد، و خیرها الفعل، و بهترین آن نیک فالی هست، فال نیک گرفتن هست. قالوا و ما الفعل، صحابه کرام از پیامبر خدا پرسیدن که فال چی معنا هست، یعنی فعل چی معنا؟ پیامبر خدا فرمودن الکلمت الصالحة یسمعها احدکم، یک سخن نیکو و یک سخن شایسته و زیبا که یکی از شما آن را می شنود. ببینید هرگاه ما فال نیک بگیریم، مثلا پرسان می کنیم که پشت دروازه چی کسی قرار دارد،
میگوید که من نافع هستم. نافع یعنی به معنای سود رسانونده. ما در اینجا فال نیک میگیریم و میگوییم که الله متعال انشاءالله که به ما سود و فایده میرساند. ببینید ما زمانی که همین کلمه نافع را که یک کلمه زیبا و درست هست ما این را میشنویم و فال نیک میگیریم و خوشحال میشویم این کار شرعا درست هست. یا مثلا دروازه کوبیده میشود، ما پرسان میکنیم که پشت دروازه چی کسی هست؟ جواب میدهد که من برکت هستم، یعنی نام او برکت هست. اینجا هست که ما فال نیک میگیریم و میگوییم که الله متعال خیر و برکت را در فامیل و خانواده ما انشاءالله که فراهم خواهد کرد. این را فال نیک گفته می شود. این شرعا درست هست و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خود هم فال نیک می گرفتن و صحابه کرام را به فال نیک گرفتن تشویق می کردن. پس یک سبب یا یک عامل از عوامل بدفالی یا فال بد زدن همین کفر و بیدینی هست. دومین عامل بدگمان بودن در حق الله متعال هست. کسی که گمان نیک در حق الله متعال نداشته باشد، بدگمان باشد، این انسان هم باز در همین بدبختی فال بد واقع خواهد شد. چنانچه که الله متعال درباره کفار می فرماید و ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین. و این گمانی هست که شما نسبت به پروردگار خود آن گمان را انجام دادید. فارداکم، پس پروردگار شما را هلاک و نابود ساخت. فاصبحتم من الخاسرین، پس شما از جمله زیانکاران شدید. ببینید در این آیه کریمه الله متعال گمان بد را سبب هلاکت و نابودی یک انسان قرار داده است. خواهران و برادران عزیز و ارجمند، برنامه امروزی ما در همین جا به پایان رسید و انشاءالله تا برنامه های بعدی که باز هم اگر خدا خواسته بود در خدمت شما قرار بگیریم، انشاءالله با برنامه های بعدی باز هم در خدمت شما خواهیم بود. همه شما را به خداوند لایزال و به خداوند یکتا می سپارم. در دنیا و آخرت همه تان موفق و کامیاب و پیروز و رستگار باشید. با امیدی موفقیت و کامیابی همه شما در همه عرصه‌های زندگی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.